حتماً. روح من یک روح ناآرامه. چند تا تکنیک به من یاد بدین که بتونم توسط اونها یکم روحمو آروم کنم، یه ذره پاکسازی کنم روحمو حتما حتما ببینید جمله که دوست به عزیزان بگم اینه که بدن زبان ذهن و روحه ذهن و روح من آشفته میشه بدن من به اون پاسخ میده زبان قلبم زیاد میشه بله ذهن و روح من آشفته میشه من سردرد میگیرم پس بدن ما یه جوری زبان اونه اون روحه دست و پا نداره زبان که نداره اون رو در بدن ما نشون میده حالا از این طرف بدن رو درست کنیم یه جای داریم اون رو آروم میکنیم چه کارا میتونیم بکنیم تکنیک اول تنفسه تنفس طبی در طب ایرانی تنفس های عمیق شکمی دم و بازدم هایی که قفسه سینه جابجا جا نشه شکم بالا پایین درست این خیلی موثره که من میگم 100 بار در روز انجام بدن 10 مرتبه هر بار 10 بار میشه 10 در در 100 من میگم آقا سر ساعت هست ساعت پاندول میزنه و ساعت نو میشه هشت صبح، نه صبح، همینجوری تا هشت شب خب، هر یک ساعت یک بار ده بار نفس عمیق شکمی بکشن و اون تنفسی که می‌کشن، وقتی که شما نفس عمیق میکشید این تنفس آگاهانه است، ناخداگاه نیست و مجبور میشه ذهن شما بیاد رو بدن شما از اون آینده و گذشته رها بشه به قولن به لحظه حال برگرده تکنیک اول تکنیک تنفس تکنیک دوم تکنیک نوشتن هست ببینید همونطور که زباله های خانه رو ما از خانه بیرون میکنیم اگر تو خونه بمونه خونه بو میکنه از آشغال خب زباله های ذهن رو چیکار کنیم زباله های ذهن رو رو کاغذ باید بنویسیم زباله های ذهن رو افکار منفی احساسات منفی رو رو کاغذ بنویسیم بعد که نوشتیم پاره کنیم بریزیم دور اونا رو سرکوب نکنیم احساسات منفی افکار منفی اون سرکوب نکنیم پشت در ذهن ما دارن در میزنن در روشون باز کنیم بیان تو ذهن ما و به سمت کاغذ هدایتشون کنیم بعد از اون کاغذ رو پاره کنیم بریزیم دور اگر خشم داریم کاغذ رو آتیش بزنیم و بعد ببینید که چقدر آروم میشید ذهنتون باز میشه و فکر رو فکر نکنید نشخار فکر نکنید فکر رو رو کاغذ بریزید بعدا بهش فکر کنید یا اون رو دور بریزید کی بریزیمش دور؟ همون لحظه که نوشتین اگر افکاری هست که پراکنده است یعنی دو تا فکر مثبت چهار تا منفی اولویت بندی می‌کنیم اونایی که منفیه رو اولیت ها رو میان پایین‌تر از اونجا به پایین و کار می‌تونیم پاره کنیم خط بزنیم دور بریزیم آتیش بزنیم و ها رو نگه داریم اگر که آشفت است اگر همش منفی کلاً کاغذ رو می‌تونیم بندازیم دور جالب یعنی الان مثلا من که آقای فلانی که به من قول داده یک هفته است بیام کولر خونه منو درست کنی چرا انقدر بد قول بی معرفت نامردی واقعا دیگه اعصابمو داری به هم میریزی من نوشتم چه کارش کنم چی آتیشش بزنید بریزید دو خشمتون آتیش بزنید بس سری زنگ میزنم یکی دیگه بیاد <تصفح> آرام باش میگم الان تلقین کردم خشمم از بین رفت نسبت بهش خب جالب تکنیک بعدی ماساژ هست خب زمانی که ما اعصابمون به هم میریزه استرسی میشیم عروق محیطی ما تنگ میشه و عروق مرکزی ما گشاد میشه یعنی همه خون بدن ما میاد سمت قلب ما و مغز ما دلست. مغزمون داغ کنه قلبمون تپش پیدا میکنه دست و پامون یخ میکنه تکنیک ماساژ کف دست رو ماساژ بدید کف پاها رو ماساژ بدید پاها رو تو آب داغ بذارید مثلا شبا قبل از خواب کسایی که بیخوابی دارن استرس دارن پاهاشون رو تو آب داغ بذارن ماساژ بدن و میبینن که آها خون از سر و قلب اومد به سمت پاها و دستا و ناخداغا میگن آخهش آرومتر شدم چقدر حالم بهتر شد و اون افکار آزاردهنده که شب میاد سراغشون ناخداغا وقتی خون از مغز میاد خارج میشه اون افکار هم آروم میشه و ساکت میشه باشه جالب انا سه تا درسته؟ سه تا سه تا راه بله خب راه چهارم, چهارم. می... چوب خط بزنن ببینید ما یک زمان ذهنی داریم یک زمان واقعی زمان واقعی همینی که من و شما داریم با هم صحبت کنیم و آفتاب طلوع میکنه و غروب میکنه و روز به روز داره میگذره این زمانیه که واقعا ما در اختیار داریم زمان ذهنی توهمه یعنی که من در لحظه هستم جسمم در لحظه است اما ذهنم در لحظه نیست در زمانه رفتم تو گذشته دارم قصه های گذشته رو میخورم یا رفتم تو آینده ترسا و استرس های آینده رو دارم چیکار میکنم هر لحظه ذهنم از بدنم خارج شد روحم از بدنم خارج شد حواسم پرت شد رفتم تو باغا گشتم چیکار میکنم یه چوب خط میزنم این یه کاغذ کنارم میذارم چوب خط میزنم بعد یا خدا من صبح تا شب 100 تا چوب خط زدم 100 بار ذهن من پرش داشته پرش داشته رفته تو گذشته رفته تو آینده و ناخداگاه وقتی که ذهن رو ما ریاضی میکنیم وقتی جلو چشمو ملموس میبینیم این 100 تا چوب خط رو فردا میشه 80 تا چوب خط هفته آها. دیگه دو ماه دیگه میبینه دیگه چوب خطی نیست و شما کامه در لحظه هستید درسته خب یک دقیقه وقت داریم برای یه تکنیک دیگه تکنیک آخرم تکنیک رایه درمانی هست رایحه یکی از چیزایی هست که سریع اثر میکنه و قوی اثر میکنه کسایی که مشکل خواب دارن میتونن از رایه استقدوس استفاده کنن از بوی گلاب استشمام گلاب استفاده کنن و حالا چیزای مختلف هست که میتونن با رایه درمانی بلا فاصله ذهنشون و استرسشون رو کنترل کنن دست شما هم درد نکنه این میکنم. پنج تا راه که آی میدونم سعی کردن خیلی مختصر و مفید به ما توضیح بدن عبید. که یاد بگیریم عبید. حالا دیگه بریم سراغ تاثیر رنگ ها و اشیاء مختلف و نمیدونم تزیینات خونه و همه اینها میتونه روی حالات روی ما تاثیر داشته باشه یه مثال هم زدن تون بگم که گفتن این بنده خدای خانومی بودش کابینت خونش قرمز رنگ بود که البته خیلی به نظر من خوش رنگه گفتن که باعث حالا زره خشمش شده بود توی منزل و همش عصبانی بود کابینت خونه رو آبی کرد حالش بهتر شده بود اصلا روی حالات روحیش تاثیر گذاشته بود و اینا میتونه خوب باشه میتونه بالعکسش هم باشه بله. خیلی سرد مزاج باشه قرمز کنه حالا خوب بذاره بله. دقیقاً